پروژه طراحی و ساخت قطار ملی در سال 1398 در راستای تحقق شعار سال رونق تولید، با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، صندوق نوآوری و شکوفایی و شرکت راه آهن شهری تهران و هومه مترو آغاز شد. این پروژه واقعا یه پروژه ملی هست، بحث در واقع قطار ملی. ما در تولید انبوه همین الان میزان در واقع داخلی سازی تو حوزه طراحی بوده 85%. بزرگترین مشکلی که من فکر میکنم ما در صنعتمون داریم فراموش کردن این که اون چیزی که روح یک محصول رو درست میکنه اینه که ما بتونیم طراحی محصول خودمون انجام بدیم. اتفاقا ساختشون میشه خیلی جا داد بسازن، حتی میشه خارج از کشور بده در واقع داد که بسازن، ولی مهم اینه که طراحی مال خودمون باشه. اگه طراحی مال خودتون باشه، هر جاشو بخواید عوض کنید خودتون عوض میکنید، هر قابلیت جدیدی رو بخواید بهش اضافه کنید خودمون انجام میدیم. تو این پروژه ما به 85% طراحی رسیدیم و بیش از 70% داخلی سازی در واقع از لحاظ قیمت اتفاق افتاده. 88% زیر سیستم ها داخلی سازی شده و تو تولید انبوه الان ما میتونیم به بیش از 90% در واقع دانش طراحی و میزان در واقع ارزبری رو فقط 15% بکنیم. یعنی بوده 85% ما هزینه ها رو تو داخل میتونیم انجام بدیم تو تولید انبوه. و این موضوع دیگه تو دستمونه برای بحث طراحی. این اتفاق بزرگه که داره میفته. در رابطه با بحث‌های مربوط به برقی سازی، ما تو معاونت علمی برنامه‌های مفصلی داریم. در رابطه با موتورهای دوچرخ هیچ مشکلی الان وجود نداره. من فکر می‌کنم یک همکاری بین ما و شهرداری و سازمان برنامه بتون به راحتی این رو پیاده سازی کرد، چون تولید کننده‌های فوق‌العاده خوبی الان داریم. ظرفیت‌هاشون خوبه. تنوع محصولیشون هم فوق‌العاده است، یعنی از موتورهای چند کیلوواتی بگیرید تا موتورهایی که حالا حالت اسکوتر داره، کامل الان تو داخل قابلیت ساخت داده و ساخته شده، تاییدیه‌های لازمش هم گرفته. دو تا مشکل اینجا هست. یکی این که البته یه پروژه ما داریم تو سواپ باتری که اونم باز یک بحث جدی هستش که اونم داره پیش میره، چون هزینه اصلی یک موتور برقی بحث باتریشه به راحتی میشه اون با هم حذف کرد. دو تا مشکل اینجا وجود داره. یکی در رابطه با اینکه ما باید تسهیلاتی رو در واقع بدیم برای این قضیه و این تسهیلات لزوما مالی نیست، یعنی میشه محدودیت هایی رو شهرداری بذاره برای یک نقاط خاصی مثل محوطه مرکزی شهر برای اینکه حتما از موتورهای برقی استفاده بشه. و بحث بعدی اینه که همین موتورهای بنزینی فعلی متاسفانه هر سال میان تو دولت یک مصوبه میگیرن و بعد استاندارد در واقع آلایندگیشون رو باز یک سال عقب میندازن. اینم باید جلوش گرفته بشه. من به شما میگم هیچ مشکل تکنولوژی تو داخل نیست، هی بهانه اینو بیاریم که حالا قیمت موتور میخواد بره بالا، اینم کار درستی نیست. یعنی این یک چیزیست که ما باید به صورت جدی پیگیری بکنیم که این مصوبات هی هر سال تمدید نشه که باز یک سال دیگه ما به در واقع سازنده موتورسیکلت بخوایم وقت بدیم برای اینکه بیاد مثلا یه کاتالیست میخواد بذاره تو اگزوز یا کار خاصی میخواد بکنه. در رابطه با بحث اتوبوس الان ما دو سه تا پروژه سنگین داریم خودمون و همکاری نزدیک هم داریم با شهرداری تهران و شهرداری مشهد. اخیراً ما یک قرارداد با شهرداری مشهد بستیم برای اعتدادی از این اتوبوس ها. امیدواریم برای خرداد ماه ما بتونیم نمونه اولیه رو تحویل بدیم توسط یکی از سازندگان اتوبوس تو داخل. بازم ما چند تا قرارداد دیگه تو این حوزه داریم. و اتومبیل برقی هم جز مواردی بوده که ما با شرکت های خودروساز تو پروژه های توسعه در واقع تکنولوژیش داریم کار میکنیم، نمونه هایی هم بیرون اومده.